دسته های روشن و خط لنگ را استقبال میگیریم. درود به دوستان عزیز و مخلصان فوتبال، اینک دوری نوبتی چمپیونات مملکت، دوری سیومی مسابقات لیگ عالی فوتبال کشور امروز در مملکت شروع گردید. در ورزشگاه مرکزی کلوب شهر این باشگاه روشن با دسته خطلان نیروسنجی رو بعد چند لحظه آغاز میکند و فرصت فرارسیده است که دسته ها رو استقبال کنیم و بعدیان با معرفی باشگاه ها بپردازیم و سپس بازی رو یک جایه تماشا میکنیم. شبکه ما رو ترک نسازیم. انعنه حالا سرود ملی جمهوری تاجیکستان پس از آغاز صدا می‌دهد. دوستان عزیز، بعد از صدا دادن سرود ملی حالا فرصت معرفی دسته ها هم فرا می رسد. امروز هم دسته روشن شهر کلوب با هیئت مکمل خود بازی را دایر می کند. اصلی دین حبیب لایف، طاهر مومنوف مربیان، البته چون کمال صداقت و انعنات با یک دیگر دست فشوری می کنند، هیئت دسته ها نیست همچنین و ما باشیم. فرصت داریم که شما را به هیئت دسته ها باز از نزدیک آشنا سازیم. پس از اونه که با این قسمت شروع میکنیم، یادآور میشیم که امروز بازی رو بهروز مرتضایف رفری فیفا از شهر دوشنبه حکمی میکند. با او در این بازی خلمراد عبدالسلاموف از ناحیه شهر نو، غیرت روزی بایف از شهر نو کمک میکنند. داور احتیاطی رستم نرمتوف شهر دوشنبه و نظیری داوران سفر محمد شاهی مردانو و کمیسر بازی سهراب حمیدوف. با هیئت دسته های هر دو باشگاه توجه میکنیم. امروز هم با یک مسئولیت و صمیمیت باوری داریم که هر دو دسته از خود یک مهارت خوب نشان خواهند داد و دسته روشن امروز هیئتش چنین است. دروازه‌بان یوگنی گریتسنکا رقم 55، خلمراد نظرو 22، 15 ساموئل آفاری، 23 محمد نسکوف، 14 بختاور خورشید، 13 ایدن اوکران، 27 شهریار عنایت الله، 63 محمد شریف سید خواجه، 30 مبننگا امانوئل، 10 علمزاده فتح الله و کریس امانوئل کاکاو رقم 17، سرمربی طاهر مومن. و اکنون در آینه نیلگون حالا هیئت دسته خطلان رو نمایش دادن و سرمربی اینجا طاهر مومنوف. یک لحظه که ما به هیئت دسته روشن توجه کردیم، خیلی فرصت کوتاه بود که ما مشخصا هیئت رو به شما باز هم عین مدعا با نورها
مکمل کردن نتوانیستم. اینم هم از کوتاهی نوارها یک بار دیگر ثابت کرد. طاهر مومینوف امروز هم به حیث سرمربی فعالیت میکند در موسم این سال فوتبال کشور و از باشگاه کوکتاش به دسته روشن در موسم این سال پیوست. شهرام اسماعیلوف امروز دروازه دسته خطلون را دفاع خواهد کرد. رقم 17 خوشبخت میروف، 73 علیشر براتوف، 77 سایچو بازاروف، 20 بون دریک، 21 سوربون افغانوف و سرمربی دسته اصلدین حبیبلویف. این چهره رو هم به ما منظور کردم. و روزی محمد عبدالرحمنوف رقم 14، عمرجان شریپوف رقم 63، دوم کوفی اووسو رقم 55، خدایداد اوزوکوف در بازی امروزه هم تحت رقم 11 در خط حمله است و تورسو کریستیان دودزی این لیگیانر در هیئت اساسی امروز هم در خط حمله بازی خواهد کرد. آغازی سبقت را انتظاریم البته و بعدا در خصوص بازی ها و موقع امروزه فوتبال بازان و عموما حیات مکمل هر دو دسته به شما معلومات بیشتر خواهیم داد. و بازی های این دو دسته البته چون که از یک ولایت چون دور میگردن امروز هم در این منطقه یکی از بازی های مرکزی به حساب میرود. صدای هشتک داور اکنون بلند شد، رقابت چون آغاز گردید و امروز هم در دایره سبقت ها سه واخوری برگزار میگردد. رگر تدا در میدان خود با استقلال، اسحت با خوجند رقابت میکند و امروز هم از ولایت سوق دو دسته لیگ اولی با هم دیدار انجام خواهند داد. سرخ پوش ها امروز هم صاحبان میدانند. یادآور می شویم این کپیتان دسته خل مراد نظروف بود. محمد نسکوف این دو چهره ای که مقابل باشگاه خود امروز هنرنمایی میکنن، باشگاهی که البته در کسبیت این دو چهره خیلی سهمشون هم بارز است. خطلون رو در نظر دارم که قبلا با نام وحش قرغان‌تپه در چمپیونات مملکت معرفی میگردید. سایچو بازاروف بله با حالتی که اندر پیشتر رخ داد یک بار دیگر بداهتن چون داور هم اشاره کرد، مهمانان سفید پوش هایی که از نیمه میدان خود زود توپ را زده با سمت چپ هوا می دهند و در این لحظه ها هم خیلی خلمراد نظروف و زود با کمک خلمراد سموئیل آفور این فوتبال بازی گنن لگیانری که در حیات دسته روشن هنر نمایی میکند. سالی پر هم بهترین دفاعگر معرفی شده بود. حالا باز هم یک هجومی صاحبان میدان اینجا هم اندک برقاسا بود خیلی با شدت، اما میبینیم که در مبارزه کریس امانوئل کاکاو یگان اشتباه نبود. داور این رو هم باز تصدیق میکند. دیگر بار بیاد یک بار دیگر توجه میکنیم برفتی سبقت که اینجا بانا دریک خیلی مقاومت هم نشان داد و حالتی زدن ضربه آزاد هم به میان آمد. حیاتی دسته خطلان امروز هم از حساب لگیانرها چندان مکمل نیست. تنها بونا دریک تحت رقم 20 این فوتبال بازی میکند و دوم کافی اووسو و کریستیان دودزی و میبینیم که کریستیان دودزی این از گان است و از چمپیونات مالدیوی با چمپیونات مهم سال پایوست و دودزی امروز هم در خط نیمه حافظیت در خط مرکزی حمله دسته خطلان بازی خواهد کرد. و زود در این جریان هم سایچو بازاروف دیگر بار آماده است که از اوت توپ را به بازی درآورد و دسته خطلان
شهر بختر راستی در زینه آخرین جدول چمپیونات قرار دارد. یک بازی چون میبینیم که امروز اکنون بازی دوری سیوم رو هم سپری میکند، از دو وخوری یگان نتیجه دلخواه به دست ناورده است و کوکتوش هم در برابر این باشگاه حالا به ناکامی روبرو است و وضعیت روشن چندان خوب هم نیست و در زینه پایانی هم نیست. روشن از دو بازی انجام داده یک غلبه و یک مساوی دارد، با چهار خال الان در مقام ششم جدول چمپیونات لیگ یالوی فوتبال کشور قرار دارد. بازیگذاری هر دو دسته هم برابر اینجا هم مشاهده میگردد که صورت میگیرد، چون بعد دقیقه پنجمی تلاش دسته ها توجه میکنیم و روشن در دوری اولی موسم امسال فوتبال کشور کوکتاش رو با حساب 3-1 در همین میدان روزی یکم اپریل شکست داده بود و در این دیدار ختلون در سفر در شهر تورسونزوده با حساب بزرگی 0-3 از دسته رگر تداز شکست خورده بود و اکنون تلاش هر دو دسته هم چون در موردی با وجود آوردن فرصت مناسب چندان تعبی دل نیست و بعدا متوجه کنیم البته با دسته ختلون که باز هم در دوری دویم از اسخطا باشگاه ختلون شکست خورد. این وخوری هم در شهری بسور بنابر سببی حالا موافق نبودن این ورزشگاه مرکزی پختکور صورت گرفت که شاگردان اصلی دین حبیب لایف از این دور هم ناکام گردیدند و زود در این جریان هم با ساموئل آفوری توپ رو به هم وطن خود هوا میدهد و اینجا هم دیگر باره فوتبال بازان روشن از فرصت خوب یک منصوبه بهتر رو هم به میان آوردن نتوانستند و مهمانان خوشبخت میروفن اکترش این وضعیت رو از جریمگاه خود برطرف میسازد. در حیات دسته روشن شهر کلوب حالا یک اعتراض محمد شریف سید خواجه بود، بعدا برای قوی کردن موقع دفاعگران هم توصیه اصلی دین حبیب الله فکر میکنم که ضرور است. مبارزه در مقابل دوم و کافی اووسو یک حالت چندان مناسب رو برای فوتبال بازان ختلون فراهم نساخت و اکنون باز اینجا هم بازیگذاری هر دو دسته راستی چندان تعبیدیل نیست. حالا میبینیم که از جانب فوتبال بازان سرخپوش باز فضای دیگر روندی مبارزه رو آنها هم میخواهند که اندکی باز بهتر سازند. برگشت به خط دفاع اینجا کاپیتان دسته خال مراد نظرف دیگر بار هم نسکف در بازی اول بسیار هم از خود یک مهارت خوب نشان داد، در زدن گلی اول شرف یاب گردید، نتیجه را با دسته کوکتوش از همین شماره 23 دفاعگر کناری راست برابر کرد. خال مراد نظرف از این موقع باز هم ساموئل آفوری و در حیاتی دسته روشن امروز بازینگر جوانی که ما میبینیم امروز قید کردن این نقطه هم به مورد است که فتح‌الله آلمزاده با تخلص کاکو معروف بود و دست پرور اکادمی فوتبال تاجیک است. امسال از منتخب جوانان کشور هم چند تن از چهره های رو میبینیم، از قبیله سفرمند غفاروف باز هم سفرمند لکه در کرسی احتیاطی دسته ختلون است در هر دو باشگاه، یعنی منظور از اشاره که در دسته روشن هم امروز خدای دادزاده عبدالفتاح قرار دارن و اندلیب عباس و اکنون هجوم را باز هم زود فتح‌الله اینجا ادامه میدهد. دیگر بار توپ را به فتح‌الله هوا ندادن، اینجا سعی محمد شریف سید خواجه هم دیگر در ادامه مبارزه ساموئل هم باز پیشرفی میکند. Thank you.
و مو ایدن اوکران رو روسی اینجا هم قبلا هم چون معرفی کردیم این چهره تحتی رقم 19 معذرت از بینندگانی عزیز هنرنمایی دارد یک دفعه که چون معرفی در سمتی خطینی محافظت بیشتر توجه میکند برای تشکیل کردن کمبیناسی های پای در پای و اکنون اینجا زود سوربان افغانو بسوی پیش میشید و بعد افغانو رو کی کمک میکند کسی نتوانیست چون که علاقه فوتبال بازان میزبان این حالت رو خوب پیخست کردن باز هم علیمزاده فتح الله با پیش حرکت میکند چون گفتیم که خیلی جوساش خورتر است نسبت به رقیبانش اما بسیار هم جسارت از خوب است و صورت افزایی بهتر دارد خلمراد نظرف اوکران برگشت به هموطنش ساموئل آفاری فوتبال بازان گانا در چمپیونات لیگ اولی فوتبال کشور خیلی زیادند این یک جهت خوبی دارد اما کسبیت و ملکه و هنری آنها باید با تفاوتی بیشتر اینجا هم قید گردد یا به نظر گرفته شود نسکر محمد اشاره میکند با کی اشتباه کرد نسکر در این روان اشتباه کرد و یک بار هم عمر جان توپ را اداره کرد و بعدا باز هم سفید پوش ها خطا کردند و محمد شریف سعید خواجه اوکران امروز هم امانوئل معباخ و همچنین یک لگیانری دیگری اکامد جوزیب که در بازی اول مقابل کوکتوش در میدان بودند و جوزیب که خیلی بازینگری ماهر بود این فوتبال بازی گانا که در سوپر لیگ ترکیه هم چند فعالیت داشت اما این چهره امروز در کرسی احتیاطی جای خود رو معین کرده است بختاور خورشید رو این بازینگری که الان تحت رقم 14 هنرنمایی میکند در خط محافظت است امروز با سه حملگر دسته روشن به میدان آمده است موننگ ایمانویل اولیمزاده فتحالو و کریس ایمانویل ککو و حالا هم تو این مدت یک وضعیت مرکب رو هم برای شهرام اسماعیلوف به میان ناوردن معرفی دروازه‌بان رو در نظر دارم چون یعنی ضربه های مستقیم و در مجموع حالا تلاش فوتبال بازان میزبان چندان تعبیدیل مخلصان نیست یوگنی گریتسینکا زود این وضعیت رو برطرف کرد مخلصان در ورزشگاه شهر کلوب چندان زیاد نیستند خوشبخت میرفت از اوتوب رو به بازی میدرارد نمودن مشکلاتی که چون ما در صحبت قبلی با اصلیدین حبیب لویف هم یک مشورت داشتیم راجع به آمادگی دسته خطلان یعنی تأمین نبودن ورزشگاه مرکزی پختکار این هم بر روند کاری آمادگی دسته خطلان تاثیر خود رو رساند که آنها بازیشان را در شهر حصار برگزار کردند و در حیات دسته میبینیم که تنها سه الان در حیات اساسی سه نفر لگیانر قرار دارد و در کرسی احتیاطی همه فوتبال بازان محلی هم با اصطلاح کوچکرف فردوس علی نظرف هم یک چهره و صفی الله نظر داده این هم جوان است سفرمند غفور هم که از باشگاه استقلال به این دسته پیوست همچون دروازه‌بان حالا دروازه‌بان احتیاطی چون ابتدا هم معرفی شد شهرام اسماعیلوف شماره 88 دروازه‌بانی که الان در میدان است اوکران اندکه اوسیب دید هم با حالتی به عمل آمده فرصت هست که یک بار دیگر اعتبار دهیم این لحظه ها رو Thank you.
علیشهر براتوف که امروز تحت رقم 73 بازی میکند، امروز هم باز شماره 20 گون گفتیم بونا دریک. این چندی از بازینگرانی که به حیات پیوستند. این دوتزی از گان است و نیم حافظت مرکزی که معرفی اش کردیم این هم از گان محسوب میابد. تحت رقم 20 بونا دریک. و حیات خطلون رو هم امروز لگنیر هایی که 3-4 نفر از گان است و دیگر اکثرشون از جمهوری تاجیکستان. فضا چندان مقبولی مخلصان است. خدای داد و زاقف یک رجوع دیگر کرد در باشگاه کوکتاش سالی پار و در لیگ یکم سپری کرد و امسال باز هم به زادگاه خود برگشت و در حیات خطلان هنرنمایی میکند. صاحبان میدان از سمت چپ سرعت افزایی میکنند. دیگر بار هم اوکران بر رفت مبارزه شهریار عنایت الله اندک بهبودی بخشید. نیم محافظتگر تحت رقم 27 برخی از جوانانی که معرفی میکنیم امروز هم آهسته آهسته از یک دور به دوری دیگر. طاهر مومنوف حیات باشگاه رو هم از حساب آنها مکملتر میسازد. شهریار رو ما راستی در دوری اول ندیدیم، در دوری دوم هم چون به تدریج آهسته آهسته دقیقه های بازی خیش رو هم باز هم زیادتر کرد و امروز حیات رو در قسم اول همراهی دارد، حیات اساسی رو. هدف روشن شهر کلوب امسال هم سزاوارانه هنرنمایی کردن و این باشگاهی سرمخلص‌ترین کشور رو بازی های خیلی حساس و مسئولیت‌ناک در پیش است. جام کنفدراسیون فوتبال آسیا البته این هم یک مسئولیت جدی تقاضا میکند. رفتی مبارزه رو باز هم فوتبال بازان یک حالتی مناسب رو چگونه صرف نظر کردن. خیلی بهتر بود وضعیت اینجا هم مرکبتر گشت. اشتباهی که به نظر رسید بیاید یک بار دیگر این حالت رو ببینیم که خیلی سربان هم به سوی پیش سری وقت توپ رو به لگیونری خطی پیش هوا داد، اما اینجا کنون اشتباهی که بود در مقابل نسکوف. پیشتر این حیات رو هم بختیار قلندر رو قوی تر میکرد. سید محمد شریفی سید خوجا این چهره ای که هم در فدراسیون روسیه چند بازی های خود رو برگزار کرده بود و در بلاروس هم. و حالا وضعیت برای شهریار عنایت الله چندان مناسب نبود که از این منطقه باز هم بیرون شد. داور اشاره میکند که زود توپ رو به بازی درآورن و رفتی مبارزه جرایون میگیرد و از خوجان نجا محمد علی عزیز بایوف که این موسم امسال رو البته در باشگاه روشن چون سپری میکنه در دیداری اول وضعیتی نیروسنجیش در خط حمله چندان مناسب نبود. حالا این چهره در میدان نیست. شهریار عنایت الله از این منطقه باز هم ادامه سبقت رو میبینیم که چی گونه صورت نگیرد. ببینید بسیار هم فرصتی مناسب، حالتی خوب رو هم صاحبان میدان خوب استفاده کرده نتوانستند و خصوصا در کوشش موننگ امانویل یک اشتباهی که مخلصان رو هم به طرف نگذاشت و اکنون بازیگذاری روسی اون توری که ما انتظاریم الان از هر دو جانب صورت نمیگیرد. با
بختاور خورشید حالتی نو بازی اندک پرتو صورت نود بود از این نقطه نظر مشخص برای ادامه سبقت حمله بری دسته روشن چندان کوشش به خرج نداد. اکنون باز هم مهمانان بونا دریک سوربون افغانوف اندکی سمتی چپی میدان رو پرقوت‌تر کرد و دیگر با خدای داد وزاقوف که ما در سالی پر در حیات کوکتاش این چهره رو همچون نفری نمونه معرفی کرده بودیم حالا از خود یگان سر و صدای نشان نداد. یوگنی گریتسینکا این از شختیار دانسک با باشگاه روشن شهر کولو پیوست اینجا هم به خطاگی راه داد قریب بود که کار با باز هم مشکلی دیگر رو برو گردد. این محمد شریفی سعید خوجه چرا این کار رو انجام داد از این منطقه و اکنون حالت رو با مشکلی هم بود دروازه‌بان برطرف کرد برای مهمانان یک فرصت مناسبی زدن ضربه استانداردی فراهم گشت. ادامه مبارزه و فتح‌الله علیم‌زاده زود توپ رو گرفت و با محمد شریف سعید خواجه اشاره کرد. ناسکوف از این منطقه بله بعدی کمک خالمراد ناسکوف هم باز دیگر بار به خطاگی رو میدهد پرتافت طولانی نه چندان مناسب مشخصا کارش انجام نیافت. مبنینگ ایمانویل هم رجوع کرد در این سمت باز هم فوتبال بازانی سفید پوش رفتی سبقت رو از نیمه روسی میدان اندک پرشورتر کردن و مبارزه باز هم از جانب فوتبال بازانی کلوب شهری ادامه میابد. میبینیم که در جریان باز هم ایمانویل مبنینگ در سبقتی این لحظه نکامیاب نشد با او فتح‌الله علیم‌زاده هم خواست کمک کند و زود سوربان اینجا میشه تا باید به خدای داد وزاقوف وزاقوف اکنون به کسی توپ رو دادنی نبود باز هم عمر جان شریفوف به کمک او شتافت و سفید پوش ها هم جرأت دارن و ببینید که زود زود با این نیمه میدانی حریف میگذرن و خدای داد وزاقوف در مقابل محمد شریفی سعید خوجه یک برخورد انجام داد. ساموئل آفوری ساموئل خلمراد نظر با کی برگشت به ناسکوف خواه نخواه دو برادری که یک دیگر رو خیلی خوب می دانند امروز مقابل باشگاه خود هنرنمایی دارند باشگاه خطلان شهر باختر شهرام اسماعیلوف جوانی که تجربهش هم از همین باشگاه شروع شد بعدا هم به سوخت پیوست اندکه در مرحله های تیاری خود رو خوب نشان نداد علتش رو گفتیم. شهریار عنایت الله و اکنون زود از یک دسته به دسته دیگر توقفی نه چندان طولانی بود برگشتم از این نیمه به سعید چو بزاروف بزاروف هم به دفاعگری دیگر خوشبخت میروف علیشر براتوف هم در خط دفاع مرکزی دسته خطلون هنرنمایی دارد. محمد شریفی سعید خوجه شهریار عنایت الله باز هم برگشت به کاپیتان دسته خالمراد نظرف
گریتسنکا. بازی راستی چندان خوب صورت نگرفته ایستاده است، هرچند که صورت افزایی مهم است. ایدن اوکران هم برگشت از این منطقه، باز هم دیگر باره مخلصان هم پزمانی، باز هم منصوبه های جالب و خوری دیدنی و عبرت بخشند که الان از هر دو جانب چندان مورد عمل قرار نمیگیرد. مبارزه فوتبال بازان سرخپوش یگان حالت قاعده ستیزی را نشان نداد، رفتی تلاش باز هم دیگر باره فوتبال بازان سفیدپوش هم که دغلانه بود. فاصله خیلی دور است، محمد شریف سعید خوجا اینجا آماده است که ضربه زند، بعد یعنی که فتح الله آلیمزاده را افتانیدند. از این موقع تنها یک پرتافت مناسب به جریمگاه انجام دادن کافی است. از اوده ضربه های استانداردی روسی محمد شریف سعید خوجا خوب می براید. در بلاروس و در روسیه چندین کلوب هایی که آی مستقیمن چون ضربه زد که این حالت رو هم شهرام اسماعیل با آسانی برطرف کرده توانیست. اوزاقوف زود می افتد امروز، چه حالتی که باز هم به میان می آید، می افتد و باز هم شتاب کوروند به جای خود بر می گردد. این حالت رو یک بار دیگر فرصت داریم که ببینیم. آی بختاور خورشید اندکی مقاومت کرد. سعید چوب بزرگ اکنون پرتافت دیگر انجام داد. لگیانری که حالا مبارزه برد اینجا خیلی خوب، بازیش رو هم اندکی نشان داد. دیگر بار هم سوربون باز هم برگشت به بازینگری شماره 55 دوم و کافی ابوسو. محمد شریف مبارزه برد، ابوسو از این خط دفاع زود به پیش توپ رو هوا میدهد، اما کسی از بازینگران خطلون اینجا سری وقت پیدا نگردید. گریتسنکا افوری، محمد شریف افوری دیگر بارا، باز هم خال مراد افوری و بعدن بختاوری خورشید. شهریاری عنایت الله در این موقع انتظار است، اما بازی سرعت ناگ لازم است. محمد نسکو پای خاص میکند که در این روان باز هم اوکران با شتاب خطین محافظت رو استوار میکند، اما دیرتر این کار انجام داد. فتح الله، نسکو، خال مراد، کپیتانی دسته باز هم با ساموئل افوری به سوی پیش، حرکتی سری وقتی خود رو هم سامان داد. اکنون بازی گذاری این کوشش چورم، پنجم، ششمش به نتیجه. پرتافت هایی خیلی ببینید که مناسب نیست، حالتی که باید در همین جریان بله زود تغییرات رو اکامد جوزف با میدان برآمد و شماره 3 امانوئل موانینگا که در خط پیش خود را کاملا نشان دادن نتوانست و سرمربی مجبور شد که سمت پیش رو باز هم پرقوتر سازد و زود ضرورت تغییرات رو هم علاقه خلاصگیری کرد. فتح الله، سوربون افغانوف، خدایداد و زاقوف با او مقاومت کردند. ساموئل اوکران اکنون حمله ها از همین منطقه راست توسط کمک نسکوف شروع میگردن. بختاور خورشید هم این منطقه را چندان قوی کردن نتوانسته ایستاده است. یک جهتی شتاب کاری باشد، جهتی دیگرش کسبیتی برخی از فوتبال بازانی به مانند سوربون افغانوف و همچنین
عمرجان شریپوف که در این منطقه خیلی خوب بازی دارند. و بعدی دیگر فوتبال بازی که چون اکامد جوزف، این هم فوتبال بازینگری گننگی با میدان برآمد در سوپر لیگای ترکیه، چون ابتدا هم این نقطه را یادآور شدیم، در دیداری دوم هم چندان امکانات های مناسب برایش فراهم نشد در دوری دومی چمپیونات، و در بازی اول خیلی نفر فعال و نمونه محسوب میافت در آغاز موسم. فتح‌الله خیلی خوب مبارزه برد، افتید اندکه، انتظار شد که مبادا آکران، و بعدا یک حرکتی مناسبی اکامد جوزف. جوزف اولین ضربه مستقیم خود را اینجا هم زد، هرچند که از ستون دروازه دورتر بود، اما ببینید یک بار دیگر به توجه میکنیم که از حالتی از انتظار نمی شود، از حالت ناباب هم گویم اشتباه نیست، ضربه میزند و کاملا در سطح پیش، در خط پیش دسته بسیار هم صورت افزایی خوب میکند. دومو کافی ابوسو، نیم محافظتگر لگیانری که حالا در میدان به یاری تعجیلی تیبی نیاز دارد. فتح‌الله علیم‌زاده را یک لحظه افتانید و بعدا تلاش این چهره هم چندان خوب انجام نیافت. شماره 55 امروز هم در هیئت دسته خطلون چون 4 نفر را معرفی کردیم که اکثرشان فوتبال بازان گنه هستند، دست پروران فوتبال گنه، و اکنون شهرام آماده است که توپ را به بازی درآورد. خطی پیشی دسته روشن اندکه جانکتر شد بدون مبالغه، راستی بعد یعنی که اکامد جوزف با میدان برآمد از کرسی احتیاطی، علاکه با زدن ضربه های مستقیما دست یافتند. سایچو بازاروف مقابلیت نشان داد، روجوی سایچو در مقابل کریس امانویل کاکو بود. بله، طاهر مومنوف هم اشاره میکنه تستر این کار سامان داده شود، انتظار شدن منصوبه هایی که خیلی سوست صورت میگیرند، اینجا هم تقویت ملکه لازم است. ساموئل آفاری هم دیگر بار از این موقع، باز هم فتح‌الله به این نقطه آمد، آفاری برمیگرداند توپ رو به دروازه بان توسطی بله هنری محمد ناسکوف کار جرایان میگیرد، باز هم کم اشتباهی که بود دیگر بار اکنون تقویت مهارت بختاور آن را اصلاح کرد، باز هم ادامه سبقت، فتح‌الله را در خطین محافظت مرکز میبینیم و زود به یک دیگر کمک میکنند، رفتی سبقت باز هم پرتاب و جریمگاه به این نقطه ای که بختاور قرار دارد، بختاور و با اکامد جوزف محمد ناسکوف زود مشاهده میکنند، ناسکوف که علاقه کریس امانویل کاکو و همچنین اکامد جوزف در جریمگاه دسته خطلون قرار داشتند، کار چندان خوب صورت نمیگیرد. خالمراد نظر و مجبور است که کپیتان دسته با یک مسئولیت باز هم توپ را به ساموئل آفاری هوا دهد، آفاری دفاعگری که حالا به سوی پیش می رود، پرتافتش خیلی مناسب بود، حالت آفساید اکنون. بسیار هم گفتیم که صورت افزایی میکند اکامد جوزف، شماره 21، این هم از کشور گنه، در موسم امسال به هیئت روشن شهر کلوپای است.
و بازی رو اندک تغییر داد راستی اندک هم باشد بازی رو این چهره شماره 21 اکامد جوزف تغییر داد در خط حمله ابتدا سه حمله ور رو دیدیم بعدن تاکتیک دیگر شد سوربان افغانوف از سمت چپ خدای داد ازاقوف رو پیدا کرد اینجا هم در مقابل محمد شریف سید خوجه کار خوبی رو انجام دادن نتوانستن خول مراد اکنون با سراسیم اگه اندکه فرصت رو دادم و یکان مشکلی رو هم با بیان نمی آورد و بازی هایی که دیرو سپری گردیدن در دوری سیومی چمپیونات امسال کشور حاصلات و کلوب مرکزی ورزشی ارتش این دویدار در ورزشگاه مرکزی فرخور با نتیجه مساوی بدون گل انجام یافت فایسکان اولین شهدی پیروزی رو در موسم امسال فوتبال کشور چشید در مقابل دسته کوکتاش با حساب 2-1 و اکنون باز هم اوکران فدوه الله علیمزاده برمیگرده زودتر بله اوکران برگشت باز هم به دفاعگر دیگر ساموئل آفوری آفوری هم یک پرتاب به این منطقه باز هم دیگر بار با کاپیتان دسته خول مراد نظرف ناسکوف با پیش اشاره ناسکوف هم به خاطری دریافت فرصت مناسبی اکامد جوزف بود بازی جریان میگیرد یگان اشتباهی رو داور پیخست نکرد فدهالله زود به جریمگاه اینجا اکنون در حالت تشکیل کردن همون کمبینسه یا منصوبه گویم سرخ پوش ها موفق نشدن چون که یکی از بازینگران خطی پیش ترسو کریستیان دوتزی اینجا هم آسیب دید بله مقاومتی سری وقتی ایدن اوکران غیر قایدن نبود چون در مبارزه برای رفع کردن حالت یا اداره کردن توپ از پیش پای این فوتبال بازی خط حمله تحت رقم سو ترسو کریستیان دوتزی توپ رو گرفت اما رفتی بازی حالا هم تبدیل نیست بله باز هم جوانان کلوب شهر اشاره میکنن با خصوصا شهریار عنایت الله که جبر دیده از میدان بیرون شود اکامد جوزف حالا آماده است که ضربه کنجی زند کریستیان دوتزی زودتر باید از میدان بیرون شود بله اندکه با قوتر قدم نهادن لازم است اکامد جوزف بلندتر این کار رو انجام میداد فکر میکنم با منفیت کار بود اوی خیلی خطر ایجاد میکرد این حالتی با عمل آورده خول مراد نظرف اما سفید پوش ها مهمانان هم به خطاگی راه دادن بیاید یک بار دیگر ببینیم که توپ با دستی بله دفاعگر مرکزی دسته خطلون برخورد دوامی کافی اووسو صاحبان میدان حالا حالت استانداردی را چگونه استفاده میکنن ناسکو برمیگردد شهدی موفقیتی چونین ضربه های استانداردی را هم چشیده است حالت نوبازی یک فرصتی که ما دیدیم و مخصوصا در آغاز موسم این سال فوتبال کشور در مقابل با دسته کوکتاش که روشن با حساب 0-1 بازی رو باخته ایستاده بود و بعدا محمد ناسکوف نتیجه رو برابر کرد اوه فتح‌الله هم یک تاکتیکای غیریادی خود رو خواست منظور کند که نتوانست اکامد جوزف با پشت پای پرتافت انجام داد فدهالله علیمزاده خواست که این کار رو هم تکرار کند اما موفق نشد
این لحظه هایی که البته فشار آوری و قایده ستیزی زود زود به قید گرفته می شود. زود زود بله. دقیقه چیلومی رقابت دسته ها در دوری سیومی بازی های چمپیونت امسال کشور ها هنوز هم امکانیت مناسب برای هر دو فراهم نشد، با وجود نامد. تنها سرخپوش های میزبان در اداره کردن تو بلکه فعال و نمونه نیز هستند. اما ضربه های مستقیم، فشار هایی که برای دروازه‌بان شهرام اسماعیل مشکلی ایجاد کند، راستی در این 40 دقیقه ما شاهد نشدیم تا کنون. حالا قسمت دوم مرا در پیش است. ساموئل لوفوری آماده است که اینجا هم از مرکز میدان زود توپ را به جری مگاه هوا دهد. این لحظه مناسب را ای بختاور بختاور خورشید بسیار در حالت مناسب بود. یک بار دیگر بیا توجه میکنیم چرا استودگری کرد، موازینت خود رو نگه داشت و بعدان اندیشمندانه حرکت کرد که در فوتبال این هیچگاه ثمر نمی آورد. صورت افزایی و دقیقا مشخصا اگر با سر یا پای خود رو اینجا هم می توانید در روند تلاش باز هم خوب استفاده کند. انا اکنون با دفاعگر احسن می گویم که در این جریان بانا دریک خیلی دسته را خوب رها کرد. دفاعگر مرکز شماره 20 واقعا از این ورطه مشکلی شهرام اسماعیلوف را رها کرد. ضربه نوبتی کنجی محمد شریفی سعید خواجه یکی از چهره های خیلی خیلی نمایانی باشگاهی روشن امروز هم در زدن ضربه های استانداردی مسئولیت خوب احساس میکند و این حالت هم باز ببینید بلندتر امکانیت ها بیشتر میشوند، یعنی حمله ها زیادتر از جانب سرخپوش ها تشکیل کرده شد. ضربه های استانداردی هم در اداره کنی توپ هم این ها بله نسبت به بازینگران خطلون هنرشان فرق میکند، اما مهم نتیجه است. اینجا فیصد اداره کنی تو اگر 78 بر 22 هم باشد چی که نتیجه به نفع دسته ای که در این سمت کوستگی دارد خاتمه یابد. مهم نتیجه است. حالا دوری قسم دوم را در پیش است. سعیشا بازاروف توپ را از اوت به بازی در آورد. بله نسکوف هم با خالمراد نظروف مشورت هایشون اکثر مشورت هایشون سودمند با به نفع کار انجام یابد. اکنون عمرجان شریپوف آماده است که ضربه اولین کنجی خود را زند. کپیتانی دسته خطلان این کار را هم انجام داد اما مناسب نبود، موافق نبود برای ادامه نیروسنجی سفید پوش و از کناری روسی میدان حریف. یوگنی گریتسنکا بختاور در یک حالت مناسب بود. محمد شریفی سعید خواجه هم تلاشش بهتر، فتح‌الله عالم‌زاده هم خیلی با یک مسئولیت عقیب نشینی ندارد، خیلی هر لحظه و فرصت مبارزه میبرد. اوفوری هم از این منطقه باز هم دیگر بار بختاور بختاور و بختاور نه این حالتی که دقیقا هم با اشتباه با سمانویل ککو روح داد. ککو بیاد ببینید که بر قصدانه اینجا هم
مقابل سوربان عمل کرد. بله زیشت مناسبت کرد، حالت بود که دقلان هم قایده بازی ویران گرده، صاحبان میدان برمگردن به نیمه میدان خیش، مهمانان در روند مبارزه هم باز هم عمر جان شریفوف باز اکنون ببینید که زود از خطاگی های سفید پوشان اونها خوب استفاده میکنن. محمد شریفی سعید خواجه ببینید باز هم دیگر بار اکران، باز هم فتح‌الله پیدا شد، اکران فتح‌الله بختاور، نه این اکنون کاری مناسب و خوب نیست برای فتح‌الله، مشخصا اینجا هم بله اندکه سوربان و فتح‌الله یک دیگر رو خوب نفهمیدن، زود است که این خرخشه سومان یا بعد علیشیر براتوف سوربان افغانوف جوانان سفید پوشه که بسیار هم به هیجان داده شدن از این سرخ پوش های میزبان فتح‌الله علیمزاده. گریتسنکا آتش غضبی فتح‌الله را خاموش کرد. کپیتانی دسته را اندکه آسیب دادند عمر جان شریفوف را. محمد ناسکف حالا از این منطقه زود بیاد یک بار دیگر این حالت رو اوی سوربان برقصد نبود، سوربان و فتح‌الله اندکه مناقشه با وجود و با ولی کردند و این هم رفت شد. اکنون رفت که ما نظاره کردیم بسیار هم تقویت میخواهد قسمی اولی بازی بدون ایلاوه کردن وقتی ایلاوگی به انجام رسید، حساب باز نشد و ما بعد از تنفس باز برمیگردیم به ادامه شرح خود از جریان سبقت دسته های فوتبالان، هم روشن و هم بله خطلان باختر. تشکر برای توجهتون. و سرپرستان دسته روشن برای اونی که بازی های دسته روشن در همینجا برگزار شود تمام چوره ها رو اندیشیده ایستادند، همه ورزشگاه رو مطابق میکنند برای قبول بازی های دسته روشن اما در همین میدان. اما از ما رو شما همه فرهنگی خوبی مخلصی تقاضا کرده باشد، خواهش میکنم نپرتایید چون